کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو و دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران تقدیم می‌کند. نگاری سلامت سلام من سیاوش سفاریان پور هستم ژورنالیست علم و برنامه ساز در تلویزیون و رادیو در طی آنچه که در این چند دقیقه خدمتون خواهم گفت نگاهی میخوام بکنم به آنچه که در ارتباط با رسانه رادیو تلویزیون و سلامت هست سعی میکنم که این دو رو به همدیگه نزدیک بکنم و البته که آنچه که مطرح میشه همزمان برای کسانی که در رادیو تلویزیون کار میکنن میتونه مفید باشه و احیانا اون دوستانی که در رسانه های نزدیک به رادیو تلویزیون کار میکنن تولید پادکست میکنند یا ویدیوکست اجازه بدید که بریم به سراغ آنچه که در دنیای تلویزیون میگذره در دنیای شبکه های ارتباطی و اجتماعی نوظهور تلویزیون همچنان یکی از اصلی ترین رسانه های فراگیر رو اثر گذاره. تلویزیون به دلیل سابقه و اعتباری که در پیکره رسانه داره شرط استثنایی رو در بین باقی رسانه های جریان اصلی داره به این معنی که بیشتر ما این پیشفرض خداگاه و بیشتر ناخداگاه رو داریم که اون چیزی که در تلویزیون گفته میشه درست یا دست کم دارای اعتبار فراوانه. به همین دلیل بروز خطا در انتشار پیام یا توزیع پیام معیوب یا نادرست میتونه سهم و بار اجتماعی فراوانی رو به همراه داشته باشه. مثلا در ماجرای کرونا شبکه های مختلف رادیو تلویزیون برنامه های فراونی رو داشتن برنامه های که با هدف آگاهی بخشی تولید و پخش می شد حرفایی که کم و بیش در رسانه های دیگه هم شنیده می شود. اما چه شد که ماجرای روغن بنفشه تبدیل به یک پدیده بحث برانگیز شد برای اون دسته از دست کسانی که ماجرای روغن بنفش رو نمیدونن بگم که داستان بر سر برنامه تلویزیونی بودش که در داخل اون برنامه تلویزیونی کارشناس برنامه ادعا کرد که مصرف یا استعمال روغن بنفشه در پیشگیری از ابتلا به کرونا میتونه موثر باشه و در درمانش میتونه موثر باشه داستان بر سر طب سنتی بودش حقیقت اینه که شبکه‌های مجازی فراوان فراوان از این گونه اطلاعات درشون مطرح میشه حتی در رسانه های مکتوب هم کم و بیش چنین چیزهایی رو میتونیم ببینیم اینکه چرا موضوع روغن بنفشه در تلویزیون اینقدر داغ و باز نشد و مواردی مثل این راست چه برمیگرده به جایگاه تلویزیون در سپهر رسانه ای اجازه بدید که نگاهی بکنیم از اینجا به بعد به شکلی که یک برنامه تلویزیونی و رادیویی ساخته میشه به قالبهای اصلی نگاهی بکنیم و با هم ببینیم که در یک برنامه رادیو و تلویزیونی چه اجزای مختلفی وجود داره اجازه بدید که اشاره بکنم به آنچه که ترکیب کلی یک برنامه تلویزیونی رو میسازه ما در برنامه تلویزیونی شاهد حضور شخصیت اصلی هستیم که رسانهگر یا برنامه سازه این رسانگر یا برنامه ساز رو اجازه بدید که از بخش فنی ما جدا بکنیم بخش فنی رو میذاریمش کنار به خاطر اینکه داستان امور فنی در رادیو تلویزیون یه بحث جداگانه اما اجازه بدید که بریم به سراغ محتوایی که در رسانه ارائه میشه رسانگر یا برنامه ساز دو سوی در واقع مهم در پیش روش داره که باید حواسش رو به اونها جمع بکنه یکی خود مردم هستن که مخاطب اصلی به حساب میان و دیگری رسانه رسانه پخش کننده و توضیح کننده پیام الزامن نیستش چرا که رسانه همزمان هم در نقش فرسنده است هم سیاست اصلی در واقع اتفاقه پس این سیاست گذاری شرایطی رو برای رسانه ایجاد میکنه که باید تابع اون باشه به قول معروف ما در استخدام یک رسانه هستیم باید رسانمون رو بشناسیم بدونیم که سیاست ها و اهداف اون چی هست و بر اساس اهداف و سیاست هاش طراحی برنامه سازی خودمون رو بکنیم اما از طرفی مردم هم هستن مخاطب هم هستن من فکر میکنم که باید زاویه اگر دو سو در نظر بگیریم مردم و رسانه باید این زاویه رو هرچی میتونیم نزدیکتر بکنیم این دیگه هنر و تجربه برنامه سازه. هنر و تجربه رسانگر اجازه بدید که بریم به سراغ باقی اجزا اگر من رسانگر هستم میتونم در گروه محتواسازی در سردبیری باشم یا دادیاب یا پژوهشگر یا هر کسی که به نوعی دیتا و داده ها رو استخراج میکنه برای برنامه رکن اصلی برنامه طبیعتاً تهیه کننده و کارگردان هستن مجری نفر اصلی دیگریه که به عنوان یکی از ارکان اصلی به حساب میادش مجری اجازه بدید که واژه ژورنالیست رو هم براش به کار ببرم یعنی بی تناسب نیست که مجری رو ژورنالیست بدونیم ممکنه که در خیلی از رسانه ها مجریانی که میبینیم صرفا گوینده باشن صرفا کسانی باشن که فاقد ویژگی های ژورنالیستی هستن و بذارید واژه ژورنالیست رو تبدیل بکنیم به کسی که میتونه تعلیفی در رسانه داشته باشه که منحصر به خودش باشه باید قابلیت های فضای ژورنالیستی رو بدونه باید بتونه در نقش های مختلف ظاهر بشه گاهی اوقات کسی که رسانگره هر سه نقش رو میتونه با هم داشته باشه گاهی اوقات ترکیبی از این دوتاست ولی اجازه بدید که من بیشتر به ژورنالیستمون بپردازم کسی که در مقابل دوربینه کسی که همه آنچه که اتفاق میفته به نوعی وابسته و معطوف به اون هست مشی چه کسیه در شکل کلی ما مجری رو فردی میدونیم که بیان و ظاهر مناسبی داره از نظر صوت از نظر چهره از نظر زبان بدن دایره لغات همه اینها این امکان رو بهش میده که در مقابل دوربین تلویزیون یا پشت میکروفون قرار بگیره در رادیو اما فقط این نیستش واقعیت اینه که مجری باید دارای هوشمندی باشه در تشخیص و تحلیل دادا همونطور که پیشتر خدمتون ارز کردم این توانمندی تشخیص و تحلیل داده ها منجر به این میشه که رسانگر یا ژورنالیست ما بتونه خودش دست به تعلیف بزنه اجازه بدید که ویژگی اصلی دیگه مجری رو بهش اشاره بکنیم اصلی ترین ویژگی در برنامه هایی که میشه گفت برنامه های تلویزیونی گفتگو محور خوانده میشه یا برنامه هایی که درش گفتگوی تلویزیونی رخ میده توانمندی ژورنالیست در انجام گفتگوه حالا اجازه بدید که به اشکال مختلف برنامه سازی نگاه بکنیم ببینیم که گفتگو در کدوم یکی از اونها قرار میگیره بحث اصلی من امروز در این دوره روزنامه نگاری سلامت معطوف به گفتگو خواهد بود چرا که یکی از اصلی ترین و پرچالش ترین اتفاقاتی است که در برنامه های رادیو تلویزیونی شاهد هستیم اجازه بدید با همدیگه نگاه بکنیم به فرم کلی یک برنامه تلویزیونی به طور مثال یک برنامه گفتگو محور رو در نظر میگیریم که اجزای مختلفی داره نگاهی بکنیم به این اجزا لطفا. با هم نگاهی بیاندازیم به آنچه که در یک برنامه ترکیبی ممکنه بهش بر بخوریم مستند یا گزارش یا ترکیبی از این دو که میشه مستندهای گزارشی انیمیشن یا کپسول های اطلاعاتی میان برنامه های مرتبط یا خونسا و در نهایت گفتگو آنچه که اتفاق میفته در برنامه های ترکیبی چیزی شبیه به همین گاهی اوقات کم و زیاد میشه ولی اغلب اوقات میتونیم برنامه های ترکیبی تلویزیون رو چنین تقسیم بندی رو براشون قائل باشیم چرا برنامه ترکیبی رو انتخاب کردم براتون به این دلیل که به نوعی چکه یا تکه ای از یک قالب برنامه سازی رو در دل خودش داره بنابراین چی بهتر از این که بتونیم انواع و اقسام ترکیباتی که یک برنامه رو میسازه رو با همدیگه راجبش صحبت بکنیم اول برسیم به مستند گزارش چیزی که در خیلی از برنامه های تلویزیونی بهش برمیخوریم مستند یا گزارش چیزهایی هستن که به نوعی میتونن نگاهی بکنن به عنوان یک شاهد عینی به نوعی های مردمی رو درش قرار بدن یا آنچه که به نوعی محتوایی رو میسازه که در نهایت به مخاطب ما درک بیشتری رو میده درباره خود مسئله درباره مسئله اصلی در بخش انیمیشن یا کپسول های اطلاعاتی هم باز کاربری و کارکردشون همین هست یعنی کار اصلی اینه که به نوعی کمک بکنن در خدمت موضوع اصلی برنامه باشن دیدی رو بدن به مخاطب که بتونه تصویر روشنتری از بحثی که در مثلا گفتگو اتفاق میفته رو داشته باشن مثلا اگر راجع به کرونا میخوایم صحبت بکنیم کپسول اطلاعاتی ما میتونه راجع به ویروس باشه اینکه ویروس چه جور در واقع ماهیتی در چرخه حیاتی داره اگر در واقع راجع به اطلاعات اضافی آمار و ارقام میخواد صحبت کنه تعداد قربانی های مثلا تهران در طی شش ماه اول پاندمی رو بخواد بهش بپردازه این کمک میکنه به اینکه در زمان گفتگو ما وقت کمتری رو به ارائه آمار و اطلاعات اختصاص بدیم چون ارائه دادن آمار و اطلاعات در کنار بحث اصلی میتونه شانس پرسشگری بیشتر گفتگو کننده رو بگیره بریم به سراغ میان برنامه های مرتبط یا خونسا همون فاصله گذاری هستش که بین صحبت مجری با بخش مثلا مستند گزارشی اختصاص پیدا میکنه اون لابلا پخش میشه گاهی اوقات میتونه مرتبط باشه خیلی وقتا میتونه خونسا باشه چرا که در شکل کلی برنامه یک روز ما راجع به کرونا صحبت میکنیم روز دیگه راجب به موضوع دیگه راجع به مثلا کتاب و کتابخانی صحبت میکنیم و در نهایت میرسیم به گفتگو اصل ماجرایی که در برنامه های گفتگو محور رخ میده و آنچه که در برنامه های ترکیبی پیش میاد بخش اصلیش تقریبا حتی توی یک شوه تلویزیونی در خیلی از قالب های برنامه سازی این گفتگوه که حاکمه بر آنچه که در کل برنامه رخ میده پس اجازه بدید که بریم به سراغ گفتگو و آنچه که در پیرامون اون رخ میده گفتگو ترکیب مشخصی داره و اجزای مشخصی داره تقریبا میشه گفت که دو جزء اصلی رو میتونیم یک دو رکن اصلی رو میتونیم براش در نظر بگیریم گفتگو شونده و گفتگو کننده اجازه بدید به این دو رکن اصلی نگاهی بندازیم اول به گفتگو کننده گفتگو کننده کسیه که خالق سواله کسیه که اجتهاد کافی داره نسبت به آنچه که در پیرامون موضوع برنامه میگذره دامنه اطلاعاتش در شکل‌های مختلف برنامه سازی متفاوت میتونه باشه اما باید بگم که گفتگو کننده سهم اساسی رو داره در نتیجه‌ای که از یک برنامه تلویزیونی می‌خوایم به دست بیاریم گفتگو کننده خالق سواله در واقع شاید بخش اصلی امورات یک مجری یا یک ژورنالیست در گفتگوهای تلویزیونی به خلق سوالات میگذره دو نوع سوال در پیش رو اون هست سوالهای های اولیه و سوالهای های ثانویه سوال های اولیه سوالهایی هایی هستن که از پیش از شروع برنامه بر اساس محتوا و بر اساس آنچه که طراحی موضوعی برنامه هست توسط مجری یا ژورنالیست یا با کمک همکاران دیگرش در تحریریه یا سردبیری به دست آورده و به نوعی سناریوی اولیه برنامه در همین پرسش های اولیه شکل میگیره پرسش های سانویه سوالاتی هستش که گفتگو کننده در ضمن گفتگو با هوشیاری نسبت به فرد گفتگو شونده از لابلای صحبتاش به دست میاره و مطرح میکنه. به نظر میرسه که جذابیت یک گفتگو بیش از آن که به سوالات اولیه وابسته باشه به پرسش های بستگی داره. چرا که آن یا اون لحظه و اون اتفاقی که داره در برنامه زنده تلویزیونی یا حتی در برنامه ضبط شده تولیدی رخ میده در برنامه های گفتگو شرایطی رو ایجاب میکنه که شما همزمان که گفتگو شونده داره صحبت میکنه ابهاماتی که در ذهن مخاطب ایجاد میشه رو با سوال ثانویه با طرح سوال ثانویه برطرف بکنید حقیقت اینه که گفتگو کننده و گفتگو شونده در تعامل با همدیگه هستند. ایجاد ریتم در گفتگو توسط مجری اتفاق میفته و بخش اصلی این ریتم توسط سوالات ثانویه ایجاد میشه. سوالات ثانویه به نظر میرسه که در واقع جانمایه اصلی گفتگو رو تشکیل میدن ولی اون چیزی که در واقع پلتفرم یا زیرساخت یک گفتگو رو می سازه سوالات اولیه است سوالای اولیه این امکان رو به مجری یا به ژورنالیست یا گفتگو کننده میده که بتونه دقیق به مسئله به پردازه از یک نقطه شروع بکنه به نقطه نهایی یا در طی اون پلنی که برای مصاحبهش چیده از نقطه آغاز به نقطه فرجام برسه در لابلای این طبیعتا سوالات ثانویه میتونه خلق بشه پس سوالات اولیه ممکنه که تعدادشون به مراتب کمتر از سوالای ثانویه باشن بسته به میزان مقاومتی که گفتگو شونده در ضمن گفتگو داره ما سوالات ثانویه رو میتونیم طراحی بکنیم در ضمن گفتگو خیلی وقتا ممکنه که گفتگو شونده ما رو به بنبست در گفتگو برسونه سوالای ثانویه باز نجات بخشه خلاقیت در خلق سوالات ثانویه نیاز به تمرکز و نیاز به پیش زمینه ذهنی داره به نوعی ناخودآگاه ژورنالیسته که سوالات ثانویه رو به وجود میاره در دسترس داشتن دیتا و دادههایی هست که پیش روی مجری وجود داره معمولا توسط تحریریه فیش های اطلاعاتی هست که میتونه در ضمن گفتگو به گفتگو به گفتگو کننده کمک بکنه همیشه در واقع رابطه عجیبی بین گفتگو شونده و گفتگو کننده است گاهی اوقات جای این دوتا میتونه حتی عوض بشه در زمین گفتگو این در واقع مهارت گفتگو کننده است که بتونه بازی رو یه جای عوض بکنه و دوباره در واقع این بازی مشترک پینگ پونگی بین گفتگو کننده و گفتگو شونده شرایطی رو ایجاد میکنه که جذابیت و تناقض و پویایی در یک گفتگوی تلویزیونی یا یک گفتگوی رادیویی به وجود بیاد اما اجازه بدید که از اینجا به بعد نگاهی بکنیم به شکل‌های کلی در گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی. آنچه که اینجا میبینید میز گرد هست، مناظره، گفتگوی داغ یا گفتگوهای پرچالش و هارد تاک و مصاحبه‌های خبری. تقریبا میشه این چهار بخش کلی رو برای گفتگو در نظر گرفت. آنچه که در میز گرد رخ میده تقریبا واکاوی یک مسئله یک موضوع کلی توسط دیدگاه های متفاوته دیدگاههایی که لزوما متناقض با هم دیگه نیستن دیدگاه هایی که تکمیل کننده همدیگه دیگه هستن ممکنه در جزئیات اختلاف وجود داشته باشه به طور مثال در ماجرای تجاوز در ماجرای کمپینی که برای اعتراف به رویارویی آدم ها با تجاوزگر انجامید مدتی پیش وقتی قراره که یک مصاحبه در این مدل در مدل میزگرد اتفاق بیفته شما ممکنه که یک روانشناس داشته باشید یک جامعه شناس داشته باشید یک حقوقدان داشته باشید حتی یک مددکار اجتماعی داشته باشید همه اینها در کنار همدیگه قرار میگیرند برای اینکه یک بحث و یک ماجرا رو تحلیل بکنند واکاوی بکنند و از زوایای گوناگون به اون مسئله نگاه بکنن هم که گفتم میتونن در جزئیاتی با هم تناقض داشته باشن یا به نوعی تضاد نظر بود. وجود داشته ولی در کل تقریبا وضعیت به نوعی میشه گفت که سلحامیز یا دوستانهی در ضمن گفتگو اتفاق میفته مناظره سوی دیگه این اتفاقه زمانی که دست کم دو نظر متناقض در رو در روی همدیگه قرار میگیرن و حالا اینجا گفتگو کننده یا مجری برنامه سعی میکنه با رعایت انصاف در اختیار قرار دادن زمان کافی مدیریت دو شخصیت اصلی یا چند شخصیتی که رو در روی هم قرار گرفتن شرایط پایداری از ایجاد یک مباحثه رو ایجاد بکنه گفتگوی داغ یا گفتگوی پرچالش گفتگویی که در اون شاید باز میشه گفت که نقش آفرین اصلی همونقدر که گفتگو شونده هست گفتگو کننده هم هست گفتگو کننده اینجا کسی است که نه در قامت قاضی نه در قامت دادستان بلکه در قامت یک پرسشگر حرفه‌ای به واکاوی یک مسئله پرچالش می‌پردازه. عموما در واقع افرادی که در برنامه های گفتگوی داغ شرکت می‌کنند، به نوعی میشه گفت که بدنشون جواب میده یعنی کسی که در مقابل یک مجری تلویزیونی برای هارتاک قرار میگیره یک گفتگوی پرچالش طبیعتا باید دامنه اطلاعات کافی داشته باشه به نوعی شاید بشه گفت مسئولیتی داشته باشه درباره یک موضوع داستانی هست که او به او حتماً اون به اون داستان حتما مرتبط هست و همه اینها در واقع شرایطی رو ایجاد میکنه که گفته او کننده بدون تعارف بدون در نظر گرفتن ملاحظات خیلی خیلی معمول در باقی شکل گفتگو آم، گفتگوش رو با گفتگو شونده انجام بده توی گفتگوی داغ یا هارت تاک وظیفه اصلی مجری این هست که بتونه از لابلای صحبت گفتگو شونده تناقض ها و اون جاهایی که به نوعی روزنه ها و حفره های جامانده هست رو واکاوی بکنه نیاز به دامنه اطلاعات کافیه نیاز بیش از هر زمان دیگه به تمرکز و شنیدن گفتگوه در اینجا در واقع خیلی اتفاق چندانی در فرم برنامه رخ نمیده چرا که دو نفر نشستن دارن صحبت میکنن با هم نهایتا قطع نما یا سویش تصاویر به همدیگه سویش دوربین ها عوض شدن نماها نسبت به همدیگه میتونه یه مقداری ایجاد ریت بکنه یه مقداری مداخله بکنه ولی حقیقت اینه که اول و آخر در این مدل گفتگو گفتگو کننده هست گفتگو کننده است که تکلیف یک مصاحبه رو در چنین مدلی در واقع مشخص میکنه مصاحبه خبری شکلی از مصاحبه است که همه ما در برنامه های تلویزیونی میبینیم اصلی ترین ویژگی اون اینه که زمانش کوتاهه چرا که داره درباره یک خبر صحبت میکنه گفتگو میکنه با فردی که یا در ارتباط با خبره یا مقام مسئولیه که میتونه اون موضوع رو در جبش اظهار نظر بکنه یا صاحب نظری هستش که درباره یک خبر میتونه اظهار نظر بکنه اجازه بدید تا لحظه دیگه یه نگاهی بکنیم و مرور بکنیم اون چیزی که اتفاق افتاد نگاهی بیندازیم به ارکان اصلی گفتگو گفتگو کننده و گفتگو شونده ابزار اصلی گفتگو کننده پرسش ها هستش پرسش های اولیه و پرسش های ثانویه از اینجا به بعد اجازه بدید که گفتگو شونده رو مهمان قلم داد بکنیم گفتگو کننده همون دوست جورنالیستی است که در مقابل دوربینه میتونیم بگیم مجری تلویزیون یا مجری گفتگویی که پیش روی ما هستش اصلی ترین مسئله بعد از مسئله که در پیرامون سوالای اولیه و ثانویه و گفتگو کننده است انتخاب مهمانه مهمان مهمان ما چه کسی هستش کسی که میخوایم باش گفتگو انجام بدیم بعد چه ویژگیهایی داشته باشه اصلی ترین مسئله اینه که ما طراحیمون چیه در طراحی برنامه ما آیا لازمه که یک مقام مسئول حضور داشته باشه یا فردی که مطلع درباره مسئله ای باشه که میخوایم در برنامهمون راجبش صحبت بکنیم مثلا اگر راجب به کووید 19 میخوایم صحبت بکنیم میخوایم به کجای دامنه وسیع موضوع بپردازیم اگر قراره که راجب به آمار و ارقام تعداد مبتلایان شیوه درمان صحبت بکنیم طبیعتا باید از یک مقام مسئول دعوت بکنیم اینجا خیلی دستمون باز نیستش خیلی افراد زیادی نیستن که بخوایم انتخابشون بکنیم در عین حال افرادی که بپذیرن در این گفتگو شرکت بکنن هم خود شرطیه اینکه بپذیرن در مصاحبه ما در زمان مورد نظر ما که برنامه ما تولید میشه یا برنامه ما به صورت زنده پخش میشه در استدیوی ما حضور داشته باشن بنابراین دایره انتخاب ما محدود میشه اما در جای دیگه وضعیت متفاوته در شکل دیگه ای از گفتگو ما به متخصصی نیاز داریم که مثلا متخصص بیماری های عفونی باشه ویروس شناس باشه کسی باشه که بتونه دامنه اطلاعات کافی علمی داشته باشه این فرد فردی هست که در انتخاب او باید دقت بکنیم و میشه گفت که دامنه انتخاب ما یه مقدار وسیع تر از شرایط عادیه از بین کسانی که قابلیت حضور در مقابل تلویزیون رو دارن کسانی رو به نظر میرسه که باید انتخاب بکنیم که کیفیت ارائه اونها چه به لحاظ ظاهری چه به لحاظ دانش و وفاداریشون به مفاهیم علمی کیفیت بالاتری داره این شانس ما رو شانس موفقیت ما رو طبیعتاً بالا میبره اما نکته اصلی اینه که کسانی که بتونن در مقابل دوربین تلویزیون یا پشت میکروفون رادیو به خوبی صحبت بکنن افراد زیادی نیستن برای یافتن اونها باید خیلی تلاش بکنیم کسانی که در اکوسیستم علمی ایران حضور دارن یا در فضای علمی ایران حضور دارن کم و بیش افراد رو میشناسن کم و بیش در سخنرانی ها و گرده همایه حضور دارن و به تدریج افراد رو میشناسن چه کسی در چه موضوع متخصصه عموما چشم ما میگرده دنبال آدم های خوش صحبت کسانی که دانش کافی دارن به زبان ساده صحبت میکنن و وفاداری به مفاهیم علمی رو هم بهش دقت دارن یه جور در واقع خاصیت متفاوتی نسبت به مصاحبه های مکتوب نیازه در مصاحبه مکتوب ما این امکان رو داریم که مصاحبه رو تنظیم بکنیم یعنی مصاحبه انجام میشه با فرد شروع میکنیم بعدا پیاده کردن صوت مصاحبه مصاحبه رو شروع میکنیم تقدم و تأخر سوالات ویرایش کلماتی که به نوع آراستگی جمله ایجاد میکنیم ولی در رادیو تلویزیون ما به یک فردی نیاز داریم که بتونه جمله بندی های کامل، کوتاه، و تأثیر گذار داشته باشه این فرد دیگه نمیتونه در فرق داره با مصاحبه مکتوب که ما تنظیم میکنیم این فرد باید بتونه در روند گفتگوی ما مفاهیم رو به شکل مطلوب خودش ارائه بده بنابراین انتخاب کسی که در برنامه های رادیو تلویزیونی علمی حضور داره کار آسونی نیست اتفاقی که به صورت رایج در برنامه هایی که ممکنه من و شما یا همکارانمون کار بکنن رخ میده اینه که ما میگردیم یا بهتر بگم نمیگردیم همه اون کسایی که دفترچه تلفن ما درش اسمشون حضور داره اونها میشن اولین افرادی که ما به سراغشون میریم حقیقت اینه که خیلی وقتا این کیفیت برنامه رو تحت تاثیر قرار میده ممکنه یک فردی باشه یک زمینشناسی باشه که خیلی خوب جلوی دوربین صحبت میکنه ولی الزاما تکرار حضور یک فرد در شبکه های مختلف تلویزیونی خیلی در تاثیرگذاری برنامه ما نمیتونه اثر داشته باشه خیلی نمیتونه مؤثر باشه در اثرگذاری برنامه ما به خاطر همین شاید بودن در اکوسیستم علمی کشور در فضاهای آکادمیک بتونه به ما کمک بکنه برای یافتن و کشف چهره های علمی که میتونن در مقابل دوربین رادیو تلویزیون در مقابل دوربین تلویزیون و میکروفون رادیو حضور داشته باشن بدین ترتیب ما به افرادی نیاز داریم که جان کلام یا محتوای مورد نظر ما رو به جذابترین حالت ممکن بگن خیلی وقتا رخ میده که ما از کسی میخواییم دعوت بکنه از مهمان که گزینه مناسبی نیست این خیلی وقتا خیلی وقت است راستش رو ما یک فردی رو در برنامه سازی داریم به عنوان هماهنگ کننده هماهنگ کننده کسیه که ما میگیم امروز مهمانمون مثلا میخوایم یک متخصص قلب باشه زنگ میزنه به آقای دکتر ماندگار دعوت میکنه شاید دکتر ماندگار یکی از بهترین جراحانی باشن که در زمینه قلب و عروق کار میکنن ولی هم وقت دکتر ماندگار محدوده هم ما به یک چنین تخصصی شاید نیاز نداشته باشیم یک دکتر عمومی حتی در واقع یک ژورنالیستی که در حوزه علم فعالیت بکنه که مثل یک از مهمانانی که در همین مجموعه دوره آموزشی شما ایشون رو خواهید دید یک ژورنالیستی هست که همزمان پزشک هم هست و این دوتا در هم آمیخته میشه و از دلش فردی متولد میشه که میتونه در وفاداری به مفاهیم علمی قواعد ژورنالیستی هم بدون او صحبت بکنه بنابراین من فکر میکنم که در انتخاب مهمان یا کسی که به عنوان گفتگو شونده به برنامه قرار دعوت بشه کسی غیر از هماهنگی لازمه کسی مثل دستیار ژورنالیست یا خود ژورنالیست کسی که جلوی دوربین تلویزیون یا در برنامه رادیویی با خود فرد گفتگو میکنه او بهترین کسیه که میتونه دعوت بکنه از فرد مورد نظر چرا که مرحله آخر گزینش مهمان در تماس تلفنی و دعوت از او اتفاق میفته ما خیلی وقتا همون اول دعوت نمیکنیم از مهمان با او صحبت میکنیم ببینیم که نقطه نظرات او درباره موضوع و مسئله که میخوایم مطرح بکنیم چه هست مخصوصا در برنامه هایی که مناظره تلویزیونیه اصلا ما به فردی نیاز داریم که اون فرد نگاه متفاوتی با نگاه نفر مقابل خودش داشته باشه وگرنه اصلا داستان مناظره ما دچار اشکال میشه پس اول ما باید بفهمیم که میزان و دامنه اطلاعات فردی که داریم دعوت میکنیم به برنامه بر اساس موضوعمون چقدره من به شما تعریف کنم براتون که به طور عمومی حتما شما هم شاید تجربه داشته باشین در برنامه های تلویزیونی چه رخ میده ما در دیرهنگام ترین زمان ممکن زنگ میزنیم به مهمان یا اون کارشناس یا اون استادی که به برنامه قرار دعوت بشه چه کسی زنگ میزنه معمولا مسئول هماهنگی تماس میگیره میگه دکتر شاه من میخوام دعوت بکنم از شما که توی برنامه تلویزیونی ما مثل مثلا برنامه موتور جستجو شرکت بکنید استاد میپرسن که کی من باید بیان میگن که حدود مثلا دوازده ساعت آینده بعد فرد مورد نظر میگه که خب چرا الان دارین زنگ میزنید که من آدم بیکاری هستم یا اینکه همین جوری مهمون قبلیتون کنسل کرده منو دارین دعوت میکنین جواب نفر مقابل ما اینه که یعنی نفر هماهنگی ما اینه که ما بررسی کردیم متوجه شدیم شما ترین متخصص در این موضوع هستید حالا موضوع چی هستش موضوع مثلا بررسی تاثیر آفتاب روی پوست صورت افراد موضوعی که یک پزشک پوست معمولی هم میتونه بهش بپردازه و حالا در واقع ما با یک متخصص داریم صحبت میکنیم که به او یک چنین کردیتی رو میدیم و میگیم که شما رو به این علت داریم دعوت میکنیم که شما نامبر وانید بهترینید شما رو یک هستید تو این داستان حقیقت اینه که هم او مطلع و هم او متوجه میشه که مقصود ما چیه هم ما میدونیم که داریم چیکار میکنیم نهایتا نتیجه بالا بردن ریسک برنامه است معمولی کردن برنامه پایین آوردن شانس موفقیت یک گفتگوی جذاب تلویزیونی بنابراین شاید بهترین فرد کسیه که به نوعی میشه گفت که در مقابل دوربین ظاهر میشه و با فرد گفتگو شونده مصاحبه میکنه این فرد ویژگی اصلیش اینه که میتونه توضیح دقیقی راجع به برنامه بده یعنی اگر کارشناس برنامه ازش سوال میکنه که راجع به چی میخوایم صحبت بکنید نمیگه کووید 19 یا کرونا میگه که ما در موضوع کرونا میخوایم به این موضوع در محدود بپردازیم مثلا راجع به میزان تبادل ویروس در هوای آزاد میخوایم بپردازیم یا مثلا میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که افراد مبتلا به ویروس در زمانی که به بیمارستان منتقل میشن چه مسیر درمانی رو طی میکنن و چه جاهایی شانس دارن چه جاهایی شانس ندارن میدونید دایره رو محدود میکنیم مسیر رو محدود میکنیم در طیف وسیع از موضوع که داریم بهش میپردازیم دقیقا میگیم که کجا رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم این به کارشناس این شانس رو میده که مطالعه بکنه حتی اگر راجع به اون موضوع اطلاعات دقیقی نداره بره از بین منابعی که در دسترس هست منابع به روزی که امکان پذیر مطالعه اون مطالعه بکنه و داده و اطلاعات دقیقی رو به ما بده اینکه از بین دکترها یا پزشکای تراز اول بریم بگردیم ببینیم که کدومی ایشون مطبشون خیلی شلوغه حتما اون بهترین فرده برای برنامه تلویزیونی این هم یه خورده شانس ما رو پایین میاره الزامن کسی که مطب شلوغ پزشک حاضقی هست و متخصص درجه یکیه الزامن برای مقابل دوربین تلویزیون و داخل برنامه های رادیویی مناسب نیستش من عموما بر اساس اون چیزی که تجربه کردم متوجه شدم که در بین پژوهشگرا و اساتید دانشگاه گزینه های بهتری رو میتونیم پیدا بکنیم چون که یک استاد دانشگاه به طور معمول توانمندی بیانی مطلوب تری داره نسبت به پزشکی که شاید با بیمار خیلی هم صحبت نکنه مراوده کلامی زیادی نداره توضیح زیادی بهش نمیده ولی یک استاد دانشگاه از دو جهت در واقع میتونه هدف گذاری بهتری برای ما باشه یک جهت بیان مطلوب سادگویی احتمالا و شیوه ارائه قابل اعتناتر و از یک سمت دیگه توانمندی اینو داره که بره یک ریسرچ بره یک پژوهش بره آخرین مقالاتی که راجع به موضوع گفتگو وجود داره رو بررسی بکنه بخونه و با اطلاعات تازه و نو به برنامه ما بیاد بنابراین من فکر میکنم که انتخاب کردن فردی که در مقابل دوربین به عنوان گفتگو شونده قرار میگیره میتونه جزئیاتی داشته باشه که در نهایت امکان برنده شدن یا بازنده شدن ما در برنامه سازی رادیو تلویزیونی خودمون رو در موضوعات بهداشت و درمان یا در اغلب موضوعات میتونه در واقع برآورده بکنه اجازه بدید تا لحظه دیگه نگاه بکنیم به آنچه که در مسیر حضور مهمان کارشناس در استودیوی ما رخ میده سوال اول اینه که آیا ما در استودیو مصاحبه میکنیم یا در محل کار فرد میریم یک چیزی بین اینه که ما به مطب دکتر مراجعه میکنیم برای ویزیت یا دعوت میکنیم از پزشک به بستر بیمار ما سر بزنه در منزل وقتی که پزشک از مطب خودش به منزل ما میاد اون نگاه فرادستی که در مطب وجود داره و فرودستی که بیمار داره یک کوچولو در واقع تغییر پیدا میکنه یعنی یه خورده این رابطه فرادست و فرودست پزشک و بیمار تا حدودی تغییر پیدا میکنه وقتی که ما برای مصاحبه به مطب به دفتر هر کسی در هر مقامی که باشه میریم این رابطه فرادست و فرودست یه مقدار تغییر پیدا میکنه طبیعتا گفته کننده در ارتباط با فرد مقابل یه خورده پایین تره بنابراین حضور کارشناس در استودیو وضعیت رو یه خورده بهتر میکنه رابطه بهتری برای گفتگو میتونه ایجاد بکنه ولی در عین حال میتونه عواقبی هم داشته باشه برای گفتگو ما چرا که فرد داره به یک محیط ناشناخته وارد میشه من تا لحظه دیگه برای شما خواهم گفت که از زمانی که مهمان رو دعوت میکنیم که به استودیو میاد یا قرار به استودیو بیاد تا زمانی که به روی آنتن بره چقدر نکات و جزئیاتی وجود داره که اگر نادیده بگیریمشون میتونه شانس موفقیت ما رو همچنان پایین بیاره مهمان دعوت شده از اینجا به بعد نفری رو به اون معرفی میکنیم که به عنوان رابط ما باشه برای مواقع ضروری شماره رد و بدل میشه و اون فرد از اینجا به بعد باید یک قدم دیگه قبل از حضور فرد در استودیو برداره ساختن یک فرم ساده میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به این که فردی که داره به استودیوی ما میاد آماده باشه به عبارتی از هر گونه ریسکی که برای یک برنامه زنده رادیو تلویزیونی ممکنه رخ بده به نوعی چند قدم در واقع پیش بریم و اون ریسک رو در واقع عقب برونیم درست کردن یک فرم توضیحات حضوری و ایمیل کردن یا ارسال کردنش برای فردی که مهمان برنامه هست یا گفتگو شونده است میتونه خیلی کمک بکنه فرمی که در اون ساعت حضور رو یادآوری بکنه نقشه یا لوکیشن رو برای فرد در بر بگیره شماره تماس فردی که با او در ارتباط هست رو بهش یادآوری بکنه و بهش توضیح بده که بعد از اینکه شما به استودیو تشریف آوردین یک توضیح خطی برای اینکه تصویر چهره شما در مقابل دوربین تلویزیون متعادل و مطلوب باشه ما در واقع یک متعادل سازی رو در اتاق گیریم انجام میدیم این توضیح میتونه مهم باشه به این دلیل که وقتی مهمان به استودیو میاد و ما بلافاصله میبریمش داخل اتاق گیریم او جا میخوره حتی ممکنه که احساس ناخوشایندی داشته باشه که یک نفر داره خصوصا در آقایون یه نفر داره به صورتش کرمپوت میزنه و این میتونه در واقع یه خورده تنش استرس و به نوعی ناآرامی در فرد ایجاد بکنه حقیقت اینه که همه کارهایی که تا اینجا انجام دادیم برای اینه که مهمانی که دعوت کردین در گفتگوی ما بهترین حالت و بهترین وضعیت رو داشته باشه درباره لباس به او یادآوری میکنیم لباس هایی که خطوط راهدار هستن نپوشن راه راه هستن رو نپوشن به خاطر که ممکنه اختلال در تصویر ایجاد بکنه راه راه های نزدیک به هم خیلی از تصویر در تلویزیون با رنگ روشن مخصوصا رنگ سفید مشکل دارن بنابراین به فرد یادآوری میشه که حتل حت مقدور لباس های رنگ سفید یا رنگ روشن نپوشه مطابق دکور برنامه خیلی وقتا توصیه میشه که تم دکور ما مثلا خاکستری یا آبی هست یا هر رنگ دیگه هست و فرد میتونه حدس بزنه که در چه لوکیشنی و در چه برنامه ای با چه دکوری حضور خواهد داشت بنابراین سعی میکنه پوشش مناسبتری رو داشته باشه و بعد میرسیم به گپ قبل از برنامه فرد به استودیو میاد مسئول هماهنگی اون رو در واقع به نوعی تحویل میگیره تا اتاق گیریم همراهی میکنه بعد از اتاق گیریم اون رو به اتاق قبل از گفتگو میاره اتاق انتظار میاره و اینجا در واقع جاییه که دستیار گفتگو کننده یا خود گفتگو کننده باید با اون فرد گفتگو بکنن حرف بزنن قبل از شروع برنامه به قول معروف یخشکنی مهمان در این مرحله اتفاق میفته جلب اعتماد گفتگو شونده به گفتگو کننده در همین نقطه رخ میده خیلی وقتا ما مهمان رو بلافاصله میاریم میبریم جلوی یا داخل استودیو صدا بدون اینکه هماهنگی در فرم کلی سوالات بشه حالا قرار نیستش که دقیقا بگیم چه سوالاتی ازت میپرسیم ولی این گفتگوی قبل از برنامه کمک میکنه که گفتگو شونده به نوع یخشکنی درش اتفاق بیفته خودش رو در اختیار گفتگو کننده راحت قرار بده کمتر به بنبست در گفتگو باهاش برسیم به نوعی هماهنگی و کوک شدن آدم ها با هم است مرحله قبل از اجرای نهایی زودتر بردن فرد به داخل استدیو اینکه پروژکتورهای تلویزیونی یا میکروفون داخل استدیوی صدا نیازمند رفتار متقابل فردی هست که در برابر اون قرار میگیره مسئله مهمیه شما فرد رو داخل استدیوی صدا میارید میکروفون در مقابلشه و بهش یادآوری نکردید که زاویه و فاصله دهانش تا میکروفون باید چقدر باشه برنامه شروع میشه میبینید صدای فرد اوت هست خارج از در واقع محدوده شنیداریه یا وقتی میاریدش جلوی دوربین تلویزیون که پروژکتور ها اذیتش میکنه زربان قلبش بالا میره برای یک چنین مواقعی فاصله گذاشتن بین شروع برنامه و حضور فرد در داخل استودیو میتونه در واقع کمک بکنه که فرد نسبت به اتمسفر موجود خودش همراهتر و هماهنگ بشه بنابراین میتونید فرد رو زودتر داخل استودیو ببرید حتی اگر امکان پذیر هست در مقابل جایگاه اصلی خودش قرارش میدیم که نور استودیو بهش برخورد بکنه به نوعی چشمش باهاش هماهنگ بشه اتمسفر نسبت به حضور خودش در اون فضا احساس آرامش بیشتری بکنه و به نوعی در واقع هماهنگی بیشتر بین اجزای استودیو و فرد گفتگو شونده به وجود بیاد همه اینها نکات جزئی شاید به نظر برسه ولی من مجددا تاکید میکنم که ما در پی بالا بردن شانس گفتگوی خودمون هستیم حالا اجازه بدید از اینجا به بعد و در پایان و در لحظات پایان در واقع این درس بریم به سراغ آنچه که به نوعی در گفتگوهای مرتبط با موضوعات سلامت بسیار بسیار مهمه در محتواسازی اون تا اینجا راجع به این گفتیم که چطور مهمان رو آماده و مهیا بکنیم برای حضور در استودیو ولی قبل از اینکه به پایان این درس برسیم اجازه بدید که یک بار نکات مهمی که در گفتگو و در ساختن گفتگوهای تلویزیونی و رادیویی خصوصا در موضوعات سلامت مهم هست رو بهش بپردازیم مخصوصا موضوعاتی که این روزها خیلی از ما مشغول به اون هستیم داستان کووید 19 همچنان ادامه داره و به نوعی ما در طی زمان درس گرفتیم از آنچه که در طی این چند ماه مجاورتمون و حضورمون در کنار ویروس به دست آوردیم این درس ها به ما امکان این رو داده که تجربه که پیشتر نداشتیم به دست بیاد و خطاهای خودمون رو کمتر بکنیم اینکه در مرحله آخر صحبت میکنیم راجب راجع به اینکه داستان کرونا برنامه ها یا گفتگوهای مرتبط با سلامت و بهداشت چگونه باید باشه به نوعی پرونده ما در برنامه سازی رادیو تلویزیونی رو کامل میکنه و اجازه بدید که سرفست ها رو با همدیگه یک بار مرور بکنیم و ببینیم که راجع چه باید حواسمون خیلی خیلی جمع باشه میدونم ممکنه خسته شده باشید ولی اجازه بدید در این چند دقیقه پایانی این چند نکته مهم رو با همدیگه بررسی بکنیم در اینفودمی صحیم نشوید این خیلی مسئله مهمیه خصوصا اکنون در دورانی که فعلا تا اطلاع سانوی درگیر کرونا هستیم مسئله اصلی تلمباری از اطلاعات خبرها، گزارشها، آمارهایی که هر روز به گوش مردم میرسه این آمار و ارقام این اطلاعات که در بینشون فیک نیوز و انواع اقسام اخبار وجود داره شایعات هست و نکاتی وجود داره که آدمها رو گیج میکنه بهتره که ما درش سهیم نباشیم یا در حداقل میزان ممکن و به مقداری که کاملا قابل اندازه‌گیری هست و سنجیده است اطلاعات رو در اختیار مخاطبان قرار بدیم حقیقت اینه که انبوهی از اطلاعات و دفع شدن زیر این اطلاعات میتونه به نوعی گیجی یا حتی بیهسی برای مخاطب نسبت به رسانه و اطلاعاتی که داده میشه ایجاد بکنه در همین دوره آقای دکتر کرمانی درباره اینفودمی خیلی دقیق و به طور مبسوط صحبت خواهند کرد کلید واجه ها رو بشناسیم مخصوصا در گفتگو با متخصصان چرا که اتفاقی که در گفتگوی با متخصصان رخ میده که خیلی خیلی میتونه ناگوار باشه اینه که یک واژه عمومی از نظر متخصص رو ما اشتباه بگیم فرق بین اپیدمی و پاندمی رو ندونیم ویروس رو نشناسیم بین ویروس و باکتری دفعه واژه رو اشتباه بگیم بگیم مثلا به جای ویروس کرونا یا کرونا ویروس بگیم مثلا باکتری کرونا چیکار میکنه با بدن ما اونجا هست که متخصص تقریبا یا تمرکز خودش رو از دست میده یا ممکنه که در یک جواب جانانه به ما یادآوری بکنه که اطلاعاتمون کافی نیستش دیدگاه های رسمی مثل بیانیه ها دستورالعمل هایی که از مراکز رسمی صادر میشه راستش بخوایم خیلی این دیدگاه های رسمی بیانیه ها و اطلاعیه ها رو ما خیلی نمیتونیم درش مداخله بکنیم حتی اگر گمان ما این هست که ممکنه که نقصی ایرادی در این اطلاعیه ها یا در این بیانیه ها و دستورالعمل ها وجود داشته باشه راستشو بخوایم بهتره که فرماندهی رو همچنان در دست مقامات و مسئولین بسپاریم ممکنه در گفتگوی خودمون تناقض که وجود داره سوال بپرسیم ولی بی اثر کردن بیانیهها و دستورالعمل در نقدها و نظرهایی که وجود داره میتونه فرماندهی یا یک پارچگی رفتاری جامعه رو در طی زمان تحت تاثیر خودش قرار بده متخصصین هم اشتباه می کنند. این اتفاق کم و بیش در بحران بیش از هر زمان دیگه ممکنه رخ بده. ماجرای در واقع قرنطینه کردن قوم و قرنطینه نکردنش، قرنطینه کردن تهران یا نکردنش، ماجرای ماسک استفاده کردن یا استفاده نکردن و موارد گوناگونی در این چند ماهی که ما درگیر این پاندمی هستیم پیوسته توسط متخصصان یا نقص شده یا به نوعی تناقضی وجود داشته در بیانشون ابتدا در واقع داستان این بود که ماسک رو بهتره به دلیل محدودیت موجودی که هر کشوری داشت حتی به گفته WHO خواسته شد که همه ماسک نزنن دلیلی نداره که همه ماسک بزنن بعدا گفته شد که بهتر همه ماسک بزنن این محدوده زمانی بین این دو در ذهن مردم این تردید رو ایجاد کرد که نکنه متخصصا دارن اشتباه میکنن واقعیت اینه که این امکان همیشه وجود داره که متخصصین اشتباه بکنن پس راستی آزمایی کردن اطلاعاتی که داره به مردم داده میشه نوع واکاوی موضوع پرسش هایی که در ادامه اظهار نظری یک کارشناس از او پرسیده میشه حتی میتونه خطای اون رو جبران بکنه یا به اون یادآوری بکنه که چیزی رو غلط گفته و به تدریج در واقع اون بتونه اون اشتباه رو اصلاح بکنه خیلی وقتا لازمه که برای اینکه دور باشیم از اشتباه متخصصین به نوعی ذکر منبع بکنیم و از اونها منبع مورد نظرشون رو بپرسیم که از چه منبعی و از چه دامنه اطلاعات و آماری دارن این دیتا و این داده رو به ما میدن بنابراین ممکنه که هر متخصصی در هر جایگاهی که هست اشتباه بکنه این اشتباه رو ما موظف به جبرانش هستیم اگر روزی متوجه شدیم که امروز خطایی در برنامه ما رخ داده حتما باید در برنامه بعدی اون رو اصلاح بکنیم یا به نوعی در بازپخش در واقع اون اطلاعات اصلاحی لازم رو اعمال بکنیم ذکر منبع کردن یکی از راه حل های گریز از هر گونه خطایی ما منابعمون رو باید بشناسیم منابعمون باید دارای اعتبار باشن راستی آزمایی دیتا و اطلاعاتی که خودمون و حتی کارشناسان برنامه در برنامه ارائه میدن رو باید انجام بدیم تفکیک نظرهای شخصی از نظرهایی که مراجع علمی یا اجماعهای علمی ارائه میدن این دو هم باید بینشون اختلاف بگذاریم به این دلیل که خیلی وقتا رخ میده در شرایطی که یک بحرانی رخ میده ما فردی رو دعوت میکنیم که شاید اون فرد گزینه مناسبی نباشه ولی به هر حال الان جلوی دوربین تلویزیون هست الان در مقابل ما برای گفتگو هستش ما میبینیم که کم کم فرد داره نظرهای شخصی خودش رو اعمال میکنه مثلا داره شیوه ای از درمان رو میگه که این شیوه درمان خیلی مورد اتفاق نظر در اجماع علمی نیستش در این شرایط میتونیم در واقع این دو موضوع رو از همدیگه تفکیک بکنیم به طور مثال از او بپرسیم که آنچه که داره مطرح میشه بر اساس کدام پژوهشه کجا این پژوهش رو انجام داده آنچه که به دست اومده بر اساس چه دیتای آماریه آیا بر روی هزاران نفر آزمایش شده یا بر روی مثلا چند ده نفر چند صد نفر در موضوعات بهداشت و درمان استانداردهای روشنی وجود داره برای بررسی و تحلیل شیوه های درمان درباره افرادی که تحت درمان قرار می گیرن. باید مراحل خودش رو طی بکنه خطای تایید مرحله پایانی یا بخش پایانی صحبت ما هستش که به نوعی میشه گفتش که از فهرست خطاهای شناختی به حساب میاد و بهش میتونیم بپردازیم اما قبل از اون من یادم نره که باید یک نکته بسیار بسیار مهم رو در نظر بگیریم اون نکته بسیار مهم این هستش که ما فرایند علم رو نباید از دید دور نگه داریم فرایند علم مسئله بسیار اساسی هستش فرایند علم ما رو وادار میکنه به رفتاری که منطبق با چارشوب های علمیه ما میدونیم که عموم مردم در پی یافتن جواب سریع هستند مثلا اینکه واکسن پیدا شد مثلا این که هر برای هر سوالی میخوان جواب سریع و قطعی خودشون رو داشته باشن بدون اینکه در نظر بگیرن که فرایند داره علم مراحل خودش رو باید طی بکنه مثلا تولید واکسن وقتی یک مقام مسئولی میاد میگه که ما تا کمتر از یک ماه دیگه واکسن رو تولید میکنیم به نظر میادش که در راستی آزمایی این جمله بسیار بسیار مهمی که میتونه اطمینان بخش بشه برای جامعه ما باید احتیاط لازم رو انجام بدیم بعد سوال بپرسیم که به طور مشخص فرایندی که برای تولید واکسن قراره که انجام بشه چه چیزی هستش اینجا هستش که میتونه حفره های نادیده خبر خودش رو نشون بده ما میدونیم که ساخت واکسن ممکنه که گاهی اوقات چندین سال طول بکشه اگر زمان رو بخوایم در سریع ترین حالت ممکنه خودش قرار بدیم باید نگاه بکنیم که در دنیا داره چطور برخورد میشه معمولا واژه یک ماه رو برای تولید دارو به کار نمیبرن بنابراین اگر فرایند رو به مخاطب یادآوری بکنیم که فرایند علم یک مسیر نسبتا طولانیه و به سرعت نمیشه نتیجه گرفت این یکی از اصلی ترین وظایفی که ژورنالیست ها مخصوصا ژورنالیست های علم بهش موظف هستند مسئله بعدی یادآوری قطعی نبودن مواردی هستش که در اطلاعاتی که به مخاطب میدیم از یافته ها باید در نظر بگیریم همیشه باید یادمون باشه که از واجه های قطعی استفاده نکنیم به طور مثال بگیم که بر اساس آخرین تحقیقات دانشمندان دانشگاه جان هاپکینگز دریافتند که شیوه انتقال ویروس از طریق درابلت ها یا قطرک ها این گونه است ببینید نگاه کنید داریم میگیم که بر اساس آخرین تحقیقات امر قطعی رو ذکر نمی کنیم ممکنه که تحقیق جدیدی بیاد تحقیق قبلی رو کنار بزنه و این مسئله بسیار مهمیه که گمان ایجاد نشه که دانشمندا هر روز یه حرفی میزنن یه روز میگن که قطرک ها تا 8 متر میره جلو یه روز میگن که نه با یک متر هم در واقع سنگین فرو میشینه بنابراین برای اینکه مرجعیت علمی زیر سوال نره خیلی خیلی مهمه که ما در شیوه نگارش خبر یا نقل قولی که داریم انجام میدیم واجه هایی که به نوعی محدوده علم رو هم در نظر میگیرن که عدم قطعیت هست اون رو در نظر بگیریم در این حال منبع رو هم داریم میگیم اگر گفته بشه که بر اساس آخرین تحقیقات مشخص شده که قطرک ها تا فاصله سمت بیشتر جلو نمیرن کینو گفته کدوم منبع گفته نتیجه کدوم پژوهش هستش بنابراین ذکر کردن منبع خبر اعتبار میده به خبر و اعتبار میده به پرسشی که ما داریم از یک کارشناس میپرسیم یا جوابی که داریم از او میگیریم بنابراین اجازه بدید که من این خطایی که برای این دو مورد کشیدم و پاک بکنم این فرایند علم رو به حال خودش وا بگذاریم و البته باید یادمون باشه که داستانی که داریم راجع به فرایند علم تعریف میکنیم به نوعی وفاداری که به فرایند علم داریم میتونه در طول زمان تبدیل بشه به یک تفکر تبدیل بشه به یک تفکر رایج و به یک فرهنگ که آدم ها ما مردم بدونیم که انتظارمون از دانشمندا از دنیای علم باید چقدر و چه میزانی باشه حالا برسیم به خطای تایید خطایی که در واقع میشه گفت که باید در فهرست خطاهای شناختی قرارش بدیم خطای شناختی همه اون مسائلی هستش اون بایاس هایی هست که در مغز ما رخ میده آنچه که در مغز ما میگذره مجموعی از اتفاقاتیه که به گذشته بستگی داره به تجربه زیسته ما بستگی داره و گاهی اوقات میتونه این خطای شناختی مسیر گمراه کننده ای رو برای خبرنگار یا ژورنالیست ایجاد بکنه اصلی ترین خطایی که ما در معرضش هستیم همین خطای تعییده. ما تمایل به یافتن مواردی داریم که از نظر ما میتونه دیدگاه و داستانمون رو تایید بکنه به همین ترتیب ما میگردیم چیزهایی رو پیدا میکنیم شواهدی رو در واقع جستجو میکنیم که در داستانمون هست بهش فکر کردیم پیش بینی کردیم جوابهایی از پیش آماده شده است این در واقع باعث میشه که ما یک روی سکه حقیقت رو ببینیم و وقتی میخوایم یک مسئله رو واکاوی بکنیم از سوها یا جنبه های مختلف اون باز بمونیم و همش رو نتونیم ببینیم امیدوارم آنچه که در این چند دقیقه گفته شد برای شما مفید باشه که بتونید فرایند اثرگذاری رو در ایجاد برنامه های رادیوی و تلویزیونی یا برنامه های دیداری و شنیداری چه پادکست چه ویدیوکست ایجاد بکنید حقیقت اینه که همه این موارد جزئیاتی که شاید به نظر ما بیاد که وسواس بیش از حده ولی در نهایت میتونه کیفیت محصولی که بیرون میاد تغییر بکنه با هر یک از این جزئیات از شما سپاسگزارم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و تندرست باشید